شب گذشته هفتمین جلسه علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای ماه رمضان عظیم 1443 با حضور علما، فضلا، خطبا، طلاب علوم دینی و عموم علاقمندان به مباحث علمی برگزار شد. در ابتدای این جلسه سوالات اعتقادی مطرح شد، مانند سوال درباره استفاده اصطلاح فیاض علی اطلاق که فلاسفه نسبت به خدای متعال به کار میبرند و مسئله سنخیت که قائلین وحدت وجود و موجود درباره نوع رابطه اهل بیت علیهم السلام با خدای متعال بیان میکنند پرسیده شد که معظم الله با ارائه ادله استفاده اصطلاح فیاض علی اطلاق برای خدای متعال را نادرست دانستند و سنخیت بین خدای متعال و مخلوقات را رد کردند. در ادامه این جلسه علمی پرسشی درباره مجرد بودن ملائکه مطرح شد و بعد از آن از استقرار در سجده سوال شد که معظم الله به هر دو پرسش پاسخ دادند. سپس یکی از حاضرین در مورد دفع منکر سوالی پرسید و یکی دیگر از حضار نیز از حکم روزه گرفتن شخص معتاد که نمیتواند دود را کنار بگذارد پرسید که حضرت آیت الله العظمی شیرازی دامظله پاسخ این دو پرسش را نیز دادند. در ادامه یکی از حاضرین پرسید اگر والدین فرزند صغیر خود را امر به کاری کنند آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ که معظم الله با استناد به رخدادهای مشابه در زمان معصومین علیهم السلام پاسخ این پرسش را نیز بیان فرمودند. در پایان سوالاتی پیرامون ضمانت صغیری که صغیر دیگر را امر به جنایتی کند و یا امر به کاری کند که عرفاً اجرت دارد پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله پاسخهای تفصیلی به این سوالات دادند. شایان ذکر است که جلسات علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامظله هر شب رأس ساعت 23:30 برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام نیز به صورت زنده پخش می شود.